سلام 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 رفقا، امیدوارم که تا این ساعت از روزتون رو عالی گذرنده باشین. آماده باشید برای یه تمرین پر انرژی دیگه با فری فیت. میخوایم با همدیگه امروز عضلات بالا تنمون رو تمرین بدیم. اختصاصا تمرینات امروز تعلق داره به کمربند شانه‌ای و بازوها، برای داشتن دست‌های خوش فرم، مخصوصا بازوهای تراشیده و خوش فرم و داشتن سرشونه‌های بالا و زیبا و چهارشونه. امروز تمرین رو از دست دادید، با من همراه باشین. میخوایم یه تمرین عالی بکنیم، با هم دیگه گرم میکنیم، حرکات اصلی رو انجام میدیم و سرد میکنیم. آماده هستین؟ امیدوارم که آماده باشید. تو رو میزنیم، به صورت عمومی یکم گرم کنیم، حرارت بدن رو بالا ببریم، به قلب اطلاع بدیم که ما میخوایم شروع به فعالیت شدید بکنیم و خودش رو آماده. دست ها رو از کنار به سمت پایین و بالا و همین سادگی. بیستید آروم، پا رو ثابت نگه دارید، دستی چرخش کامل انجام میده، برمیگرده دست بعدی به صورت تناوبی، یه کوچولو فک میچرخه، یه کوچولو، خیلی کم، تنتون رو نچرخونید زیاد، در حد گرم کردن دستا و سرشون است. حرکت نمیخوایم ترسو رو کامل درگیر. و آخری دست رو از کنار یه چرخش با یعنی خیلی بزرگ نباشه محوری که دورش میچرخونی، اینجوری نزنید، خیلی کم باشه محورش، خیلی گسترده نباشه. رو به جلو دارم فعلا میزنم جهتش رو، همین رو میخوایم رو به عقب هم انجام بدید، به سمت عقب. کف دستم به سمت زمینه، دقت کنید اینو. آزاد کنید یک کوچولو دست رو. جلو بازومون رو گرم کنیم با این حرکت. و یک، دست ها رو از جلو به این صورت حرکت بدید، کامل دست ها منقبضه، سرشون هم منقبضه. ببینی؟ با قدرت. دو و یک، آزاد کنید دست رو، دوباره این حرکت گرم کننده دست و جلو بازو رو بزنید. ده، نه، هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، و یک. خب، یه دست ثابته، یک دست دیگر رو، یک چرخش با انقباض برمیگرده سر جاش. یک، دو. ببینید چقدر محکم دستم رو میارم بالا، اما این محکمی به خاطر انقباضه، دستم نگاه کنید پرت نمی کنم، دستم رو منقبض میکنم میارم بالا.
9 و 10. این دست ثابت میشه و این دست رو حالا انجام میدیم یا برعکسش. و 10. آروم دست رو به سمت هم جمع کنید و برگرد. ما وقتی میخوایم حرکت مثلا سنشونه رو بزنیم باید تمام عضلات بالاتنه تقریبا براش گرم باشه، به خاطر اینکه تمام عضلات و گروه های عضلانی بالاتنه درگیر میشه. خب آزاد کنید یک کوچولو دست رو. ده تا دیگه. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خب اگر دمبل دارید با دمبل، اگر دمبل ندارید با شیشه آب یا هر چیزی که قابل توی دست گرفتن باشه، حتی دو تا لیوان هم کفایت میکنه، دو تا لیوان همشکلی که راحت توی دست قرار بگیره. شیشه آب 300 سیسی میتونید با نمک پر کنید که وزنش بیشتر شه، با ماسه پر کنید که وزنش بیشتر شه، یا همون آب توش باشه هم خودش وزن خوبی داره، تقریبا 300 گرم هستش دیگه، چون بزرگترش خودی تو دست گرفتن برای انجام این حرکت سخت هست. دمبل رو بردارید، یه کوچولو روی زانو میشینید، خیلی کم. میخوایم حرکت پانچ آوت رو همراه با جلو بازو انجام بدیم. به چه صورت؟ یه جلو بازو میزنید، همین رو تبدیل میکنید به پانچ، دوباره جلو بازو، پانچ، دوباره جلو بازو و پانچ. آماده هستی؟ هر دوتا حرکت رو کامل و صحیح انجام بدید. حرکت جلو بازو برای بچه‌هایی که تازه به جامعه ما اومدن، آرنج کنار بدن، نه عقب‌تر نه جلوتر قرار میگیره، دست بالا میاد، یه انقباض روی قسمت پیک عضله بایسپس یا جلو بازو ایجاد میکنی و میارید بالا از قسمت زیر بغل، مشت میزنید با هدف، دست رو ول نکنید، دمبل دستتون آسیب میبینید. جلو بازو و دوتا پانچ رو انجام میدید، تک نزنید، بریم 1 2 با هم دیگه بیارید. تک تک هم میتونید حرکت رو انجام بدید، تکش میشه این، جفتش میشه. بریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. خب یه استراحت کوتاه بکنید، دستتون رو آزاد بکنید. بچه‌هایی که براشون سخت هست میتونید دست خالی انجام بدین، نمیخواد حتما دمبل دستتون بگیرید، با دست خالی انقباض ایجاد میکنید و مش دوباره. اگر تمرکزش رو ندارید، سخت هست براتون، میتونید حرکت جلو بازو رو انجام بدین 10 تا 12 تا دونه. بعد که تموم شد شروع کنید به پانچ زدن، اینم حدود 20 تا دونه هر دست یا جفت دست با هم، حدودا 30 تا دونه هم بزنید کفایت میکنه. آماده اید برای انجام ست بعد؟ بریم. جلو بازو، با آخری آزاد کنید دستا رو،
یه ست دیگه مونده از این حرکت. حرکاتی که ترکیبی میزنیم و بچه هایی که تازه کار هستن میتونید به صورت تکی هم انجام بدید. مثلا تو این حرکت فقط جلو بازو رو انجام بدید یا فقط پانچ رو انجام بدید. نمیخواد حتما با هم ترکیبش رو انجام بدید. چون هم اینکه هماهنگ کنید جفتش رو انجام بدید یکم تمرکز میخواد و برای کسی که تازه شروع کرده سخت است. آماده بریم برای انجام سه تا آخر. کامل منقبض کنید. دست رو که میارید بالا یه انقباض هم خودتون توی قسمت پیک انجام بدید. استراحت، دستا رو آزاد کنید. فوق العاده این حرکت عالی هست. تمام عضلات دست و سرشونه توش درگیره. گروه عضلانی سرشونه سه قسمت داره، بارها تکرار کردم. تو این حرکت هر سه قسمت جلویی، میانی و عقبی عضله درگیر هستش. مخصوصا توی قسمت پانچ که حتی زیر بغل رو هم توش باید درگیر کنید. یعنی شما دست رو که سمت جلو میاری زیر بغلتون یه جوری منقبض میشه و نیرو براتون وارد میکنه. خب حرکت بعدی دوباره حرکت جلو بازو هستش که میکس شده با لترال رایز یا نشو از جانب با دست خم، ولی دمبل رو هامر گریپ بگیرید. یعنی اینجوری سر و ته دمبل رو به آسمون و زمین باشه. دستمون قبلا اینجوری بود، الان اینجوری موازی با همدیگه دمبل ها رو بگیرید. در واقع آماده هستی؟ یه دونه جلو بازو میزنیم، یه دونه از کنار میاریم بالا، برمیگردونیم دوباره. توی این حرکت بچه هایی که ست قبلی و فقط جلو بازو زدن یا فقط پانچ زدن، دست رو از کنار بگیرید به این صورت، باز کنید به سمت بالا و برگردونید. بچه هایی که مبتدی هستن آماده هستین؟ یک، دو، یه جلو بازو بیار بالا، برگردون و دوباره. شکم منقبضه، باسن یه خورده بده عقب، سر سینه رو بده بالا. پونزده تایی من میزنم. اگر تازه شروع کردین تعداد رو کمتر بزنید، اشکالی نداره، اما تا جایی که میتونید با ما همراه شید. چهار، سه، دو، یک. آفرین به شما. یادتون میارم اگر کسی بهتون نمیگه، همین که هر روز دارید برای بهتر شدن تلاش میکنید قابل ستایش هست. واقعا باریکلا به شما. هدف اینو نذارید که این کیلو کم کنم، نمیرم یک کیلو کم کنم، دو کیلو کم کنم. این که هر روز دارید کمک میکنید به سالمتر شدنتون، حرکت ها رو راحت‌تر انجام میدین، آمادگی جسمانیتون میره بالاتر، کیفیت تنفستون میره بالاتر، کیفیت پوستتون میره بالاتر. اینا خودش همه امتیاز هست. فقط هدفتون رو نذارین که نه من فقط میخوام کمرم باریک شه، ای چرا وزنم کم نشد. خیلی چیزهای دیگه داره در شما تغییر میکنه با هر روزی که دارید ورزش میکنید، شاید انقدر به چشمتون نیاد. بریم برای انجام ست بعدی. یک حرکت جلو بازو و بعد نشر از جانه. پنج، باریکلا. چهار، با تمرکز و انقباض. سه، دو،
یک استراحت کوتاه بکنیم تا شما آب بخورید. برمی‌گردیم. خب برگشتیم پر انرژی، بریم که ست آخر از این حرکت عالی رو بزنیم. جلو بازو با نشرت جانه. پنج تا، چهار، سه، دو، و یک. یه استراحت کوتاه بکنید تا شما آب میخورید. من حرکت بعدی رو آموزش میدم برای بچه‌هایی که تازه وارد هستن. حرکت رو ساده شدهش رو میگم. دست رو ثابت و صاف از کنار بدن، یک بار از طرفین و یک بار از جلو بالا بیاری. ولی بچه‌هایی که سریای قبل با ما تمرین سرشونه رو انجام دادن، دست رو به صورت متناوب یک بار به این صورت و یک بار به این صورت، این شمارش یک میشه. 10 تا از این حرکت رو انجام میدیم و بچه‌هایی هم که دارن تک تک انجام میدن 10 تا دونه. آماده هستید؟ بریم برای انجام این حرکت بی‌نظیر که علاوه بر اینکه عضلات ما رو تقویت میکنه، خیلی کمک میکنه به تمرکز ما و هماهنگی عصب و عضلم. آماده هستین؟ یک، دو، سر سینه رو بده بالا قشنگ، کمر رو بده صاف کن و شکم رو منقبض، باسن یک کوچولو به سمت عقب. و آخری، آفرین به هر کسی که این حرکت رو تونست انجام بده. این حرکت یک از حرکاتی که احتیاج به تمرکز خوبی داره و هماهنگی عصب و عضله خوبی لازم داره. دو ست دیگه از این حرکت رو میزنی و بعد حرکت رو عوض میکنی. خیلی ها میپرسید که برای چربی پشت بازوها چی کار کنیم؟ زیر بازوی آویزون یا شل مخصوصاً؟ خانوما خیلی این سوالو میکنن. متاسفانه یکی از قسمت‌های تجمع چربی در خانم‌ها زیر بازو هستش و این مژده رو بهتون بدم که تمام روزایی که ما تمرین بالاتنه انجام میدیم، بلا استثنا شما دارین اون قسمت رو تحت فشار قرار میدین. یعنی امکان نداره که شما یک تمرین یک حرکت بالاتنه رو انجام بدین و عضله سه سر بازویی، عضله دو سر بازوییتون توش درگیر نباشه. پس با ما همراه باشید تا به مرور زمان تغییر رو توی سایز بازوتون حس کنید و فرمش عوض میشه، کاملا متوجه میشه. ست دوم تمرکز کنید. یک دست از جلو میاد بالا، یک دست از کنار. حرکت ترکیبی نشر از جانب با نشر از جلو با دست صاف. بریم. مچو نش کنید بچه ها. و آخری استراحت کنید. حتما آب بخورید تو این روزای گرم. یه ست دیگه از این حرکت بی‌نظیر رو بزنیم، بریم برای انجام حرکت بعدی. حرکاتو بیشتر ترکیبی
نوشتیم برای بچه‌هایی که دمبل ندارن یا نمیتونن تهیه کنن یا اصلا نمیخوان با دمبل انجام بدن که فشار بیاد به عضلات. بچه‌هایی که تازه کار هستن حرکات رو تک بزنن، ساده شده بزنن. به من خیلی دایرکت میدین که حرکت فلانو که با فلان میزنید سخته، دو تا حرکت رو با هم میکس میکنیم ما نمیتونیم بزنیم. شما یک دونش رو بزنید، هیچ اجباری نیست که دقیقاً عین اون حرکت که من میزنم رو انجام بدین. مثلا من دارم الان این حرکت رو ترکیب انجام میدم، اولش هم گفتم شما فقط نشت از جانب یا فقط نشت از جلو رو بزنید، یا 5 تا دونه از کنار بزنید 5 تا دونه از جلو. مهم اینه که دارید تمرین میکنید و عضلاتتون رو فرم میدین. آماده هستین؟ 1 2 تمرکز. نصفش رفتیم، 5 تا دیگه. 4 مچ و نشکون. 3 میگم مچ و نشکون چون میدونم خیلیاتون الان مچتون خمه. 2 1 خب تا شما استراحت میکنید، آب میخورید، عرقتون رو خوش میکنید، من حرکت بعد رو آموزش میدم. دست از کنار بدن به صورت 90 درجه به سمت بالا برمیگرده پایین، یه چرخش و دوباره پرس به سمت بالا. این حرکت هم ترکیبی هست، بچه‌هایی که تازه کار هستن فقط پرس سرشونه رو انجام بدن، این روتیشن و چرخش رو نمیخواد انجام بدین چون فشارش هم زیاده. بدون وزن انجام میدین اشکال نداره، اما اگر دمبل دستتونه خیلی احتیاط کنید به خودتون آسیب نرسونید. آماده این؟ بریم که یه فشار بی نظیر امروز داریم به دست و سرشونمون میاریم. امیدوارم که لذت ببرید از تمرینای امروز. دست رو 90 درجه از کنار بدن به سمت بالا، بعد یه چرخش. دو تا مونده و آخری. ست بعدی رو از کنار میزنم که دقیقاً حالت دستم رو ببینید. ببینید دست رو وقتی من از کنار بدنم میگیرم دیگه عقبتر و جلوتر نمیبرم، آرنجم، آرنج ثابته، یه پرس میکنه به سمت بالا برمیگرده، یه چرخش. کاملاً این قسمت دست من ثابته تا قسمت سرشونم، به هیچ عنوان آرنجتون رو تکون ندین تا فشار لازم بیاد به عضلات مد نظرمون و آسیب آرنج و سرشونه رو هم خدا نکرده تجربه نکنید. آماده هستید؟ 1 ست پر انرژی دیگه. یادتون نره که ما قهرمانیم. دست از کنار سر 90 درجه، پرس به سمت بالا برمیگرده، یه چرخش. من از بغل میزنم این ست رو. و آخری. دست ها رو بندازید. 1 ست دیگه مونده. استراحت بدین دستاتون. امیدوارم که شما هم مثل من سرشوناتون حسابی تحت فشار قرار گرفته باشه. برای بچه‌هایی که مشکلات گردن دارن توی تمرین‌های سرشونه مخصوصاً سعی کنید که حرکات رو کنار دیوار با تکیه‌گاه انجام بدین. مثلا شما وقتی می‌خواید حرکت رو انجام بدین کاملاً پشتتون رو به دیوار تکیه بدین، دست که کنار بدن عقب‌تر نیست که نتونید، پرس می‌کنید به سمت بالا برمیگرد و بعد هم چرخش. اینجوری کامل اگر قرار باشه فشار اضافی شما
بخواین لط بخورین هم نمیتونید، هیچ فشاری دیگه به گردنتون وارد نمیشه. حتی میتونید اینا رو نشسته انجام بدین، کامل تنتون رو تکه بدید به مبل یا صندلی که پشتش بلند باشه، سرتون تکه بدین و بزنید. بریم ست آخر رو بزنیم. آماده؟ و آخری یه کشش ایجاد کنید توی دستاتون آروم. حرکت بعدی حرکت های پلانک با تاپ شولدر هستین و قبلا هم بارها زدین. برای بچه های مبتدی توی حالت تیبل تاپ قرار بگیرید، چهار دست و پا به این صورت. کسی که تازه شروع کردن ضربه میزنید به سر شونه ها و دست رو میذارید سر جاش. با همین سادگی بچه هایی که نیمه حرفه‌ای تر هستن، تنه رو توی خط قرار بدید، روی زانو باشید و تنه رو نچرخونید، ضربه میزنید به سرشونه. و برای بچه های حرفه‌ای هم که طبق معمول روی حالت های پلانک حرکت رو انجام میدید، من به سمت شما میام که کامل حرکت رو ببینید از جلو هم. آماده؟ بریم. استراحت بدید، به هیچ عنوان پایین تنه رو نچرخونید. بچه هایی که توی حالت های پلانک هستید، این بری این بری یک کوچولو ناخودآگاه محور بدنتون مایل میشه چون دارین وزن رو میندازین روی دست و میدونید که وزن بیشتر بدن بالا تنه هستش. شما وقتی فشار رو از روی دست برمیدارید، ناخودآگاه محور بدنتون مایل میشه برای ایجاد تعادل که نیفتید. اما اینکه شما کامل اینجوری اینجوری کنین بدن رو، اون اشتباهه و ممکنه آسیب برسه، مخصوصا به ناحیه کمرتون یا زانوتون. بریم ست دوم، خیلی استراحت نمی کنی. آمده؟ بریم. شکم منقبض، لگنه کوچولو به سمت داخل بچرخون، انقباض تو باسن، بدن توی راستاست، بزن واین است. و استراحت، آب بخورید. به نسبت حرکت سختی است، مخصوصا برای بچه هایی که دستای ضعیفی دارن. حتما حرکت رو بزن، یکی از تاثیرگذارترین حرکات هست. اگر دقت کنید جز حرکاتیه که روز سرشونه من حتما توی برنامه گذاشتمش. پس این حرکت رو اسکیپ نکنید، ازش نگذرید، حتما انجامش بدید. بسیار بسیار مفید و نتیجه بخش. ست آخر با قدرت تمام، با انقباض بریم. باری کلا دو و یک. استراحت کنید. حرکت بعدی حرکتی هست که ساید پلانک توش وای میستید. اگر که نمیتونید روی بغل بخوابید، نمیخواد ساید پلانک بیستید، ولی ساید پلانک هم روی زانو هستش، نمیخوام ساید پلانک پاساف برید. دوباره حرکت لترال رایز رو میریم نشر از جانب و سمتمون رو عوض میکنیم.
آمده روی آرنج و زانو به این صورت قرار بگیرید، بدن توی راستا باشه به این صورت. اگر دمبل دستتون نیست دست رو میارید بالا و برمیگردونید، دست رو زیر شونه 90 درجه تنظیم کنید. دو سمت رو عوض کنید. موچو نشکون به ایچون با استراحت. برمیگردیم سمت اول رو انجام میدیم. بچه های مبتدی حرکت رو به این صورت بزنید، کامل بیاید پایین رو کنار بدن و به همین سادگی. نمیخواد روی سایت پلانک برید، چون سایت پلانک حرکتی هستش که باید یه آمادگی جسمانی نسبی داشته باشید، خیلی به مهرهای کمر فشار میاره و اگر تازه به جمع ما اومدین لطف کنید و به خودتون آسیب نرسونید. بریم. سمت رو عوض میکنم. دستم زیر شونم، اون دستی که زیر شونم هست داره بهش فشار وارد میشه. ده، یازده و آخری. شما با این حرکت نه تنها فشار بیشتری رو به عضلات سرشون و دستتون وارد میکنی، تمام عضلات ناحیه کورتونم درگیره و حسابی دارید زحمت میکشید برای سلامتیتون. سه تا آخر رو از این حرکت بی‌نظیر بزنیم. بیاید بالا و شروع. سمت رو عوض کنیم. چمن کندم با یه حرکت. بریم. خب این حرکت عالی هم تموم شد. حرکت بعدی که میخوایم انجام بدیم ریورس پلانک هست. قبلا همین رو زدی. بچه هایی که نمیتونن حرکت رو انجام بدن روی حالت تیبل تاپ بمونن، پا رو صاف نکنن. من حرکت رو یه بار از کنار و یک بار از پشت به سمت شما انجام میدم که اگر اولین بار با ما همراه شدی نحوه درستش رو ببینید. دست رو به این صورت، انگوش ها به سمت پایین هست، زیر شونه قرار میدیم. بچه که تازه کار مبتدی هن که همین کافیه.
اصلا نمیخواد پا رو صاف کنی. اما بچه‌هایی که حرفه‌ای تر هستن با پای صاف کامل باسن رو بالا بیارید و نگه دارید. آروم بیاد پایین، یه استراحت کوتاه می‌کنی، دوباره حرکت رو انجام میدین. من این دفعه پشتم رو به شما میکنم، البته جسارت نباشه، میخوام حرکت رو یاد بگیرم. آماده اید؟ انقباض کامل رو ایجاد بکنید توی ناحیه باسن، شکم، باسن رو ول نکنید پایین. آروم بیاد پایین. یه ست دیگه مونده از این حرکت بی‌نظیر که توی فرم دهی نه تنها دستا بلکه میانتنه، پاها و باسن هم حسابی کاربرد داره. بعدش میخوایم چند تا حرکت بی نظیر شکم و پهلو بزنی و بریم که سرد کنیم. بریم. آماده؟ بچه نکته که داره انگشتتون رو حواستون باشه به کنار و عقب نباشه. بهتره که انگشت به سمت باسن باشه. یعنی دستتون توی حالت مچ اینجوری برعکس نذارید مچتون رو. بعضی رو من دیدم میذارم ولی خیلی عجیب هستش، این روتیشن بهتره که نباشه. سر رو اینجوری نگیرید به هیچ شما. سر در راسته ستون پقرات باشه. آروم بیاد پایین. یه استراحت کوتاه بکنیم. تا شما استراحت میکنید من حرکت بعدی رو بهتون یاد بدم. میخوایم بخوابیم روی زمین و حرکات شکم و پهلو انجام بدیم. آماده اید؟ شما یکم استراحت کنید تا حرکت رو توضیح میدم. چند دقیقه طول میکشه. خب با به این صورت من حرکت کرانچ بزنیم، ولی کرانچ معمولی نیستش. یک بار میریم به چپ، یک بار میایم به راست. به همین سادگی. کرانچ معمولی رو شما در نظر بگیرید، اونو مستقیم میایم بالا. این دفعه شما چپ و راست میایید بالا. بچه‌ای که تازه شروع کردن، همون کرانچ معمولی رو بزنید و فقط از وسط بیایید بالا. آماده اید؟ سقف رو نگاه کنید. فاصله گردنی رو حفظ کنید. برای بچه‌ای که به گردنشون میگن فشار میاد، شما اگه سقف رو نگاه کنید یه فاصله بین گردنتون و جناق سینه‌تون، یعنی چونه و جناق سینه‌تون بذارید، دیگه اون فشار درد رو حس نمی کنید. آماده؟ دست صاف، یک دو بریم. یه استراحت کوتاه، دست رو میتونید به سمت بالا کش بیارید، یه خورده عضلات شکم رو آزاد کنید. برمیگردیم دوباره همین رو دو ست دیگه ادامه میدیم. آماده؟ قهرمانیم ما، کم نیارید. آماده؟ یک دو بریم.
استراحت میکنیم، 10 تا دونه میزنیم، در واقع 20 تاست، یعنی هر دو طرف رو یک بار میشمریم. آب بخورید، منم آب بخورم. یه ست دیگه مونده از هر کار. آماده. یه استراحت کوتاه به صورت ایستاده میخوان، حرکت کرانچ رو انجام بدیم، کراس کرانچ در واقع، یه حرکت شبیه همین حرکتی که الان خوابیده انجام دادیم، پس تقریبا با فشارش روی همون عضلات. نکته که حرکت داره و بارها هم تاکید کردم موقع انجام حرکات این بوده که دست رو به سمت عقب ببرید، قشنگ باز کنید، موقع پایین اومدن هم بشکنید. آماده ای؟ یک، دو، بریم. ببینید یک کوچولو من به سمت خارج دستم رو هدایت میکنم بالا، پامو هم عقب‌تر میذارم. پنج، چهار، سه، دو و یک. پا رو عوض میکنیم، یه استراحت کوتاه بدید که این پا بتونه وزنتون رو تحمل کنه، پایی که داشته حرکت رو انجام میداده. آماده؟ دست از بیرون میاد، زانو به سمت بالا. پنج، چهار، سه، دو و یک. یه استراحت کوتاه دیگه، برمیگردیم پا و دست اول. یه تمرین بی نظیر بالاتنه کردین تا الان، حواستون بوده یا نبوده؟ میخواستم بهتون یادآوری کنم. بریم برای انجام ست بعدی، دست از بالا، زانو از پایین، مرکز حرکت آرنج، تمرکز رو بذارید روی آرنج و زانو و حسابی از این قسمت بشکنین، عضله رو درگیر کنین. آماده؟ یک، دو، بریم. دو و یک. یه استراحت کوتاه، عوض کن. آماده؟ بریم. پنج، باریکل، سه، دو، عوض کنیم، با یه استراحت آب بخوریم. سه تا آخر بعدش سرد میکنیم و میریم پر انرژی دنبال ادامه وقت یا روزمون. آماده؟ یک، دو، کامل با قدرت، سه تا آخره.
پنج چهار سه دو و یه استراحت کوتاه پاو دست رو عوض کنید بریم یک پنج چهار سه دو تمام یه تمرین عالیه دیگه تمام شد سرد کنیم حسابی زحمت کشیدن امروز دستمون برامون دست رو آروم بیارید بالا همین رو میریم پایین یه نفس میگیریم میدیمش بیرون آماده آروم نفس رو بده بیرون برگرد بالا دست رو از کنار باز کن برو به راست بکش قشنگ برگرد وسط چپ آروم یا پایین جلو همینو میریم به چپ براست وسط وسط و بالا دست رو بکش کامل سرشت رو کش بیار آرنج رو از بالای سر زیر بغل رو بکش دست رو عوض کن دست رو از کنار به سمت عقب ببر و بالا خسته نباشید خیلی ممنونم که یه روز دیگه با من همراه شدید تمرین کردین تمام تلاش من و همکارام پشت این دوربین که خیلی هم زحمت میکشن و دیده نمیشن ساختن یه برنامه کاربردی و عالی هست برای اینکه شما بتونید با ما همراه بشید برای سلامتیتون امیدوارم که با ما همراه شده باشین تو این راه عالی و واقعا دوست داشتنی که هر کسی واقعا تو این شرایطی که هست آرزوش هست که بتونه ورزش کنه امیدوارم که همه دسترسی داشته باشن به این شبکه و اگر دسترسی ندارین میتونین از یوتیوب یا عزیزانتون که دسترسی ندارن به شبکه ماهواره میتونین از یوتیوب هم با ما تمرین کنین دوستتون دارم و با فیرفیت فیت باشید